آیه 65 هم دوباره اهل کتاب رو خطاب قرار میده، میگه ای اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم، چرا در مورد ابراهیم شما دارید بحث میکنید؟ ابراهیم بر دین ما بود. و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده، تورات و انجیل بعد از ابراهیم نازل شد. افلا تعقلون، آیا فکر نمی کنید؟ آیا خرد خودتون به کار نمی گیرید؟ مذاهبی که شما بهش استناد می کنید اینا همشون بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم درست شد، بعد از خود همین بزرگان درست شد. هیچ کدوم از این ائمه، نه امام جعفر صادق، نه امام ابو حنیفه، نه امام مالک، نه امام شافعی، نه بقیه ائمه، کسی براش هیچ کسی مذهب نساخت در زمان، نه در زمان خودشون، نه در قرن یک قرن بعدشون، بلکه در قرن چهارم مذهب ساختن شروع شد، تدوین کردن و به این بزرگان امور رو نسبت دادن. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، شما در ارتباط با بعضی از اموری که معلومات دارید داری بحث میکنید، خب این جای تأمل رو داره. فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، در اون چی که علم و آگاهی ندارید چرا بحث میکنید؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله متعال میدونه و شما در واقع نمیدونید. بحث و جدل کردن باید در ارتباط اون چیزی باشه که انسان درش آگاهی داره. با تخمیگی نمیشه ما چیزی رو اثبات برسونیم. کلیات رو علم داریم، بله این شخصیت ها شخصیت های دینی بودن، کلیات رو علم داریم که این شخصیت ها شخصیت های مقبول و برجسته ای بودن، شکی رو این قضیه نیست. اما در ارتباط با اینکه اینها معصوم بودن، اینها ولایت تکوینی داشتن، اینها مدعی مطلق علم بودن، این علم نیست، این دلیل براش نیست. هیچ کدوم از اینها ادعای مذهب نکردن، هیچ کدوم از اینها ادعای جانشینی خدا نکردن، هیچ کدوم از اینها نگفتن ما عالم غیب هستیم، هیچ کدوم از اینها نگفتن که کلامات مطلقاً پذیرفته باید بشه. الله متعال میدونه و شما نمیدونید. برگردید به کتاب الهی، به دین الهی تا بتون حقیقت رو بگه. ما کان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفا مسلماً و ما کان من المشرکین. ابراهیم که شما خود بهش به نسبت خودشتون بهش افتخار میکنید، نه یهودی بود و نه نصرانی بود. مسلمان هم باید اینو بدونه که هیچ کدوم از این هیچ کدوم از شخصیت هایی که بهشون خودشون رو اینو نسبت میدن مدعی نبودن که ما مذهب داریم. و پیامبر صلی الله علیه و آله هم نه شیعه بود، نه سنی بود، نه حنفی بود، نه شافعی بود، نه مالکی بود. پیامبر صلی الله علیه و آله مسلمان حنیف بود، ولكن كان حنيفا مسلما، پیرو دین احکام الهی تسلیم شده امر الهی بود و یک سو و موحد بود. و ما کان من المشرکین، باز جمله مشرکین نبود. این اصلی است که ما باید از نسبت دادن خودمون به این بزرگان در نظر بگیریم که همه اینها پیرو به سنت و قرآن بودند. اون قرآن محفوظه و این سنت محفوظه، چرا ما تعصب داریم و چرا ما میخواییم هر کسی میخواد اون چه که به ارث برده رو به قالب در قالب دین به مردم انتقال بده؟ این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، اولویت کسانی به ابراهیم و نزدیکی کسانی به ابراهیم دارند که پیرویشو کردند، پیروی در حنیف بودنش، پیروی در تسلیم شدن در امر الهی، پیروی در دوری از شرک. ما کان من المشرکین، اون کسانی که خودشونو به پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت میدن، کسانی که خودشونو به ائمه دین نسبت میدن، اون کسانی که خودشونو به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله نسبت میدن، باید بدونن که اونها مسلمان حنیف بودن، اونها شرک نمی کردن، اونها غیر الله رو نمی خواستن، اونها هیچ کدوم از اینا دعوت ندادن که بیایید سر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله بودکده ای درست کنیم و مزاری بسازیم. این اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه، نزدیکترین افراد به ابراهیم کسانی هستند که پیروی او کردند، صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله هستند.
و هذا النبی و این نبی هست، این نبی که امروز داره دینش الان باقی مونده و در اون روز هم خودش با شخصیتش وجود داشت. والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردند، اون کسانی که ایمان آوردند بایش و به عنوان مهاجرین انصار به عنوان اصحاب نبی شناخته میشن، این افراد هستند. والله ولی المؤمنین، الله متعال ولایت حمایت محبت این مؤمنین رو بر عهده داره. والله ولی المؤمنین.